فرکانس شبکه بر ماهواره هاتبرد و بر ماهواره نایل سد جسارت آخوند رافضی به قرآن کریم. کلام علی مانند قرآن است. ما قال علی علیه السلام قال اما حزنی فسرمد، سرمد یعنی لنقطاع علی یعنی ابدی. طبعا علی يقول ذلك لا على وجه المبالغه، على وجه الواقع، على اعتبار ان نطقه هو حقيقه امام معصوم. علي امام معصوم، ولهذا كلمات علي اذا شلت حرف خليته مكان حرف في القران يتغير المعنى كله. ولهذا كلمات علي اذا شلت حرف خليته مكان حرف في القران يتغير المعنى كله. بینندگان گرامی، جرأت و جسارت آخوندان رافضی را ببینید که سخنان علی رضی الله عنه را همانند کتاب الله می دانند و می گویند اگر حرفی از کلام علی را برداری و جایش کلام دیگری قرار دهی مانند قرآن، معنای آن کاملا تغییر می کند. آنچه که از معجزات قرآن کریم محسوب می گردد این است که هیچ بشری نمی تواند در آن تغییر و تبدیل ایجاد نماید و قرآن مثل و مانند ندارد و کسی نمیتواند مثل آن را بیاورد و تغییر ناپذیر است و هیچ کتاب دیگری که نوشته بشر است چنین خصوصیتی ندارد و این مطلب برای معجزه بودن قرآن کافی است. بشر حتی اگر تمام نیروی خود را به کار ببرد از آوردن مثل آن عاجز و ناتوان است، اما روافض عمدن یا از روی جهل می‌خواهند این معجزه منحصر به فرد را از قرآن کریم بگیرند و بگویند که کلام علی رضی الله عنه هم دارای این اعجاز می‌باشد. الله متعال می‌فرماید قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. بگو اگر انس و جن گرد آیند و متفق شوند بر این که مانند این قرآن را بیاورند هرگز نمی توانند مانند آن را بیاورند، هرچند برخی از ایشان پشتیبان و مددکار برخی دیگر شوند. آری، علی رضی الله عنه بشر بود و معصوم بودن خود را خود رد می کند، چنان که مدعیان تشیع برای او و امامان قائل به عصمت هستند، بلکه جملات خود آنان عدم عصمتشان را ثابت می کند. امام علی رضی الله عنه در صحیفه علویه و در دعای کمیل و دعای صباح و چند دعای دیگر فرمودند اللهم اینی استغفرك لكل ذنب جرى به علمك فی و علی الى آخر عمری بجميع ذنوبی لأولها و آخرها عمدها و خطائها قلیلها و کثیرها دقيقها وجليلها قديمها وحديثها سرها وعلانيتها وجميع ما أنا مذنبه وأتوب إليك وأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تغفر لي جميع ما أحصيت من مظالم العباد قبلي فإن لعبادك علي حقوقا وأنا مرتهن بها تغفرها لي كيف شئت وأنا شئت يا أرحم الراحمين. ای پروردگار، من از تو آمرزش می‌خواهم برای تمامی گناهانم تا پایان عمر که از آغاز و انجامش خبر داری، آنچه به عمد باشد یا به خطا، کم باشد یا زیاد، کوچک باشد یا بزرگ، کهنه باشد یا تازه، پنهان باشد یا آشکار، و به طور کلی همه آن گناهانی که از من سرزند
و از آنها به درگاهت توبه کنم و از تو خواهم که درود فرستی بر محمد و خاندان محمد و بیامرزی از من همه آن مظلمه هایی را که از بندگانت در گردن دارم و تو آنها را در حساب من نوشته ای، زیرا که بندگان تو حقوق زیادی به گردن من دارند که من در گرو آنها هستم. خواهم که بیامرزی برایم آنها را به هر طور که می خواهی و در هر جا که می خواهی، ای مهربان ترین مهربانان.